شکلی شده، یک به هم پاشیدگی هست. واقعا اجزای چیزها رو نمیشه از هم تشخیص داد. این تابلو سراسر گورنیکا تابلو بزرگی هست، مونوتون هست ولی رنگیه. این شاید زیاد خوب نمینه، یه مقدار زرد داره یه مقدار آبی داره، سیاه سفید نیست تابلو. میبینیم که چطور پیکره های آدمی بریده شده. این فرم های هیومن فرم پیکاسو معروف میشه به کالمنار فیگور، چطور در هم ریختگی رن که خب میبینیم که هستش. ولی در ضمن رفرنس هایی به فرهنگ اسپانیا، رفرنس هایی به کاتولیزم، همه در این وجود داره. میبینیم که این با چراغی اومده، در حالی که یه چراغ به سقف آلودی هست ولی انگار با چراغ هم نمیتونه ببینه. گاف یکی از سمبول های هم کریستیانیتی هست و اینجا هم یه اسبی رو میبینیم و هم یکی از سمبول های یکی از حیوانات مهمه برای فرهنگ لوکال اسپانیا. در دوره های همیشه میگم اینجوری کار نمیکرده، بستگی به نوع موضوعش استایل کارش رو پیکاسو عوض میکرده. در دختر در مقابل آینه میبینیم که چطور یک مقدار این کیوبیسمش به سورئالیسم نزدیک میشه، چطور همزمان یک چهره هم پروفایل داره و هم تمام رخه، چطور دایره برجستگی های بدن این آدم مثل دایره های شکل های هندسی شده و چطور تصویر توی آینه رنگ متفاوتی داره با تصویر بیرون. خب این در اینجا لکچر ما تمام شد. یک گیمی داریم که میخوایم بازی کنیم. من یه سری اثری دارم که تا حالا بهتون نشون ندادم، اثرایی که گذاشتم اینجا هیچ اسمی نداره، فقط میخوام ببینم که شما میتونید دوره شو تا حدی حدس بزنید. بفهمید سوالاتون بعد از این بهتر از اونیه که مثلا چیز اتفاق بیفته، یعنی ایولوشن چیز هنری که رسیده به اینجا تا مثلا آخرین چیزی که شما خب این یک نگاه، این سوالی که داریم می‌کنی سوال خیلی مهمیه، ولی و ما چون ته اون چرخه‌ای هستی که تو میگیم همیشه دوست داریم خودمون رو جزو پیشرفته‌ترها بدونیم، یعنی یک بایاس تاریخی وجود داره. ما فکر می‌کنیم اون چیزی که مدرن‌تره یا جدیدتره شاید با ارزش‌تره، شاید بهتره، شاید اِوولوشن به این سمت داره میره که بهتر بمونه. الزاماً در درسته که در تاریخ طبیعت شاید اینجوری بوده و بالاخره از پیت کانتروبوس ارکتوس ما شدیم، ولی ما معلوم نیست هدف طبیعت باشیم. ما که نمیدونیم بعد از ما چی میشه، شاید هممون مگس بشیم، مگس هدف بشریت بشه یا سوسک بشیم، حالا همونطور که کافکا دلش میخواست. ولی یک چیزی وجود داره اینجا که این بایاس تاریخی ماست، الزاماً اینجوری نبوده که موومنت های هنری اینجوری باشن. ولی اگر بر این باور باشیم که آثار هنری یا جنبش‌های هنری یا هنرمندها یا هنر به صورت چرخ‌دنده‌هاش به چرخ‌دنده‌های پیشرفت یا تغییرات تحولات جامعه بشری گیره، اون وقت شاید بتونیم بگیم که یه کورولیشنی وجود داره. ولی اینکه آیا این کورولیشن رو خوب بدونیم یا رو به حرکت کلی رو به رشد بدونیم یا رو به پس رفت، این یک جور فلسفه زمان رو باید ببینیم چی هستش، یعنی بایستگی به فلسفه زمان داره. خب من مدرنیستم ولی کلن خیلی دلیل اینم که مدرنیستم اینه که بهتر میشه آثار مدرن رو فهمید برای اینکه داکیومنتیشن های بیشتری براش هست. من به سختی میتونم بدونم که یک چیزی مثلا فرض کن داکیومنتیشن چه باشه، ولی بدونم مثلا پشت ذهن صنعتگر یا هنرمندی که داشته تا مجسمه دیسپران رو میساخته در ذهن او چه میگذشته، من نمیتونم بدونم، داکیومنتیشن نوشته ای هم نداره. پس بنابراین یه مقدار کلن کسایی که کار هنر کلاسیک میکنن رو بسیار براشون به نظرم آدم های بسیار با استعداد هستن، ولی بایاس شخصی من اینه که یه مقدار بر اساس حدسیات پیش میرن. البته میگم خیلی زبانهای مختلف میدونن، خیلی کارشون درست‌تر از ما هست، ما کارمون ساده تره. ولی نه، من
حالا بهتر سوال از شما بکنم که هم این بازیه رو بکنیم، همین که شما من بگید که تا به حال تا کیوبیست که اولین یا مهمترین جنبش مدرن هستش در قرن بیستون، تو این دوره ها هنر مورد علاقتون چه بوده؟ خب در ضمن یه چیز بامزه ای که اینجا هست، این همش اسم حاجیه ها، یعنی پابلو، دیگو، خوزه، فرانسیسکو، دپولا، خوان، بوزنو، ماریا، دلا، رمدیوس، کیپرانوس، دلا سانتیگریا، همینجوری میره، روزی، پیکاسو، اسم حاجیه ها. نه ظاهرن اسپانیایی ها و پرتغالی هم همکران اسم پدر بزرگ و مادر بزرگ، یعنی تا پدر بزرگ رنسانس. مال چه دوره‌ای به نظرتون؟ رنسانس. مال چه دوره‌ای در رنسانس؟ خیلی درسته. درست زدی. اسم اثر از هولی فامیلی. هولی فامیلی هم گفتم خانواده مقدس، مریم هستش، جیزس هستش، معمولاً یوسف نجار هست، گاهی سنت آن هست و جان د باپتیست. رنسانس اولیه، وسطیه، آخریه، اوج رنسانس، طلایی رنسانس، اولیه کلک نمیشه. اسم این اثر هست کشته شدن هولی فرانس توسط جودیت. تو گفتی چی؟ روکوکو؟ این روکوکو؟ نو کلاسیسیس؟ خب نه، باروک درست تره. چرا؟ تئاتریکاله. ولی راست میگین، پشت زمینه نداره اصلا. ولی این تئاتریکالیتی در نو کلاسیسیسم وجود نداره. در ضمن نو کلاسیسیسم یک مورال پیام مورالی داره. در این پیام هر چیزی که هست پیامش اونقدر بکراند ساده درسته، ولی معمولا نوکلاسیس بکراندش رومنه، ساده است، آرکیتکچر رومنه. رومانتیسم تا حدی، ولی نه اونقدر. روکوکو نزدیکتره بهش. این من یه توجه بکنید به بکراند نوکلاسیسم. روکوکو میخوره برای اینکه این ماری آنتوانت هستش، پورتره ماری آنتوانت هست، ولی پس زمینه ساده با یک چیز داره. ماری آنتوانت هم خب دیگه الان یه ذره لو دادم، زمانش مشخصه در چه زمانی در فرانسه هستیم، هنوز نوکلاسیسیسم نشده. روکوکو هستش، درست گفتین، ولی نقاشی که اینو کشیده بعدها کارهای نوکلاسیک زیاد هم. امپرسیونیسم. آفرین. چرا؟ براش استراکچر رو میتونیم ببینیم، رنگ ها. سابجکت متر چی؟ آدم های عادی هستند و کارهای روزمره هستش. دفنیتلی امپرسیونیسته. براش استروک واضح تر ما دونوم داریم امپرسیونیست. در زندگی روزمره، زن و بچه بیرون، حاجی اینجا، پنجره، گل، تبل بوده، هیده شما همون اکسپرسیونیست. آفرین. چرا؟ بعد قاطی میذاشتم. تمام آثاری که دیدین آثار نقاشان زنی بود که ما نتونستیم بهشون برسیم در دوره های مختلف. اثر اول اثر لاوینا فونتانا بود که هولی فامیلیه. اثر دوم اثر آرتیمیشا جنتلیسکیه. چی؟ مورال نداره. اون که پیام